damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. Seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. خب دیگه حالا که قهوه‌مونم میل کردیم بریم سر اصل مطلب. قربان، ما به امر خداوند و به سنت پیامبر دخترتون ملکه رو واسه پسرمون محمد میخواییم خواستگاری کنیم. نظرتون چیه مادر عروس؟ دادیم رفت. بزرگ خانواده اونه؟ بزرگ خانواده منم، باید از من بپرسید. خب از شما هم میپرسیم دیگه عمو جون. نمیشه، باید قبلا میپرسیدید. نمیدم. ای بابا. بابا بزرگ جون، بابا بزرگ عزیز دلم، بابا بزرگ پنبه ایم، اگه تو ندی منم نمیرم. بیا تلویزیون رو وسط روشن کنم. تو بدیم من نمیرم با این خیر ندیده ها. بیننده های محترم، تو لیست بهترین آهنگ های ترکیه آهنگ دیوا پریهان اشیک هست، آهنگی که با غیب شدن دیوا سریعاً شنونده های زیادی جلب کرده. روز هاست از شماره 1 پایین نمیاد. من این زنه رو میگیرم. چی؟ عمو حیاتی، واسه منم این زنه رو خواستگاری کن. چی؟ خواستگاری کن، خواستگاری کن، خواستگاری کن. چی میگه این؟ خیلی خوبم، خواهش میکنم، آروم باشون پیره. مامان کذیبه، ما دیگه با اجازتون بریم، بلرم گرفتیم. وایسا داماد، هنوز تصمیم نامزدی رو نگرفتی؟ من میخوام تو تالار نامزدی دخترم رو بگیره. چی؟ اون بود، اون سرهنگ یادم اومد، زنی که تو خونه بغلی نگه میدارن دیوا پریهانی شیکه. چی؟ دیوا گم شده؟ دیوا رو دزدیدن؟ بیا. برون بر. یا پیغمبر، چی بود؟ از خونه ما، از اون بر بود. بریم ببینیم.
دیشب آخرین بار. دیوا، دیوا اونجا بود. من چطور اومدم اینجا؟ شما سرهنگ، صبح بخیر. نفرمایید. چه صبح بخیری؟ دیشب زدین تو سرم و بیهوشم کردین، الان خجالتم نمی کشین میگین بفرمایین؟ به سرتون زدیم؟ ما؟ آره، وقتی کشف کردم این زنه رو دزدیدین. کدوم زنه سرهنگ؟ دیوا، دیوا که روز هاست دنبالشن. دیوا، دیوا سرهنگ، این صندلیه، صندلی خالی. صندلی خالی؟ دیواست، دیوا، این دیواست، روز هاست دنبالشن. اینه دیوا، اینه، اینم دیوا خانوم. دیوا یه چیزی بگین، خانوم محترم یه چیزی بگین لطفاً. سرهنگ تو باز چی کار کردی؟ داروهاتو نخوردی مگه نه؟ دیروزم پلیسا رو آورده بودی دم در خونه، الانم صندلی خالی رو بشکن. مگه اونجا کسی هست؟ نه نه. ای وای دخترم، من از دیشب تا حالا همه جا رو دنبال این کبوتر میگردم. شما کبوتره منو برداشتین؟ آره، ولی اینجور کارا نکنین دیگه. صبح بخیر آبجی کیبار. صبح بخیر تحسین. وای از این نونا، بشینم رو صندلی خالی خالی بخورم باشه؟ راحت باش عزیزم. پنیر سالادی من میخورم. مگه میشه بلام گرسنه بمونه؟ ها بگیر ببینم. بله دخترم، دخترم بیا بریم پیش بابایی. ما دیگه باید بریم، ما رفتیم. خدافظ. آی نمیخوام سرهنگو اینجوری ببینم، گناه داره به خدا. اوف. یعنی الان با خیال راحت میتونم برم سر کارم مامان کزی بجون، مگه نه؟ دقیقا همونطور که دیشب صحبت کردیم به کسی قضیه دیوار رو نمیگیم، باشه؟ دقیقا همونطوری که دیشب صحبت کردیم. شما نامزدی میگیرین، اونم تو تالار، منم از دیوا پیش کسی هیچ چیزی نمیگم. مامانم به روستا زنگ میزنه، به سنتا داشم اینا میگه که سری. ساکت باش مامان. ببین یه توافقی کردیم، اگه حتی به یه نفرم بگی والا به خدا نامزدی نمیگیریم. آره حتما، منم از ملکه جدا میشم. این چه حرفیه دیگه، توبه کن پسر. شوهر خواهر مگه میشه همچین چیزی؟ شما عاشق هم دیگه این؟ تکون نخور. تکون نخورم.
باشه. نه باشه باشه پس همینطوره همینطوره، ولی بالاخره عشق و اینجور چیزم تا یه جای دیگه خواهر زن. خب اگه بیمارستان از دستم بره، اعتبارم، شخصیتم، همشون نابود میشه. اون موقع من به ملکه نمیگم بیا با همچین آدمی ازدواج کن. نمیتونم، نمیتونم. نه نمیتونی مامان. مهمت خیلی مغروره، حتما ازم جدا میشه. برو دیگه، انقدر حرف نحس و بد نزن دیگه. به هیچ کی هیچ چیزی نمیگم، حتی اگه زجرم بکشم به اون جاری بیشورم که هیچ چیزی نمیگم. نه آره، برین بار زوهاتون برسین. برین. مامانم چیزی به کسی نمیگه. حرف تو عملی میکنی نه مامان جون؟ البته که عمل میکنه، مگه میشه نکنه؟ بالاخره اون مامان کذیبه یه کیه؟ مامان خوبم. دقل بازو، چند روز دیوارو بغل دستم نگر داشتین نبینم. برین سر کارتون، زود باشین دیوونه ها. آبجی بابا بزرگم با تو. درسته درسته، با من. زود باشین برین این کفتر شپشیرم از اینجا ببرین. زود باشین، عجله کنین. خدافظ. خدافظ. دخترم نباید قضیه دیوا لو بره، اما نمیدونم چه جوری. بزن قدش. اینم رفت کردیم انگار. آره به خدا. خب راستش راه حل سرهنگ واقعا فوق‌العاده بود. انگار تو لحظات بحرانی بد نیستم. بد نیستم یعنی چی؟ تو واقعا فوق‌العاده‌ای دختر. بزرگترین بحران رو تو رفت کردی. هنوزم نفهمیدم چطور بله گفتی به نام زدی. یعنی نمیشد یادم نندازی مگه نه؟ آره خب اون تضمین رو دادم، ولی چی کار کنم؟ اون لحظه اونقدر وحشت کردم که فکر کردم همه چی رو فهمیدم. منم گفتم بله نام زدم. والا خواستگاری رو هم نمیخواستی، ولی الان دیگه نام زد میکنیم. آره حالا که یه بازی رو شروع کردیم باید تا آخرش بریم. فقط یه بازی، بازی که مجبور شدیم. شیطون بلا. خب دیشب ممکنه زیادی درگیر این بازی شده باشی، میدونی که چی میگم نه؟ قول میدم دیگه نشه. بالاخره میدونی که من نامزد دارم و من فقط شریک بازیم. دقیقا همینطوره. خب پس بریم دوست من. دوست خودتی، تو دوستی، فهمیدی؟ بابا بزرگ چه خبر؟ چی کار میکنی؟
چی کار میکنم؟ نشستم. ها خوبه خوبه، بشین بشین. دیشب چی کار کردی؟ چی کار کردم؟ چی کار باید بکنی دیگه؟ خوابیدی؟ یادت نیست؟ خوابیدم، خوابیدم. سوار هواپیمام نشدم. نه نه، نشدی. دیشب چیزی عجیب و شگفت انگیز اتفاق نیفتاد، خب؟ خوابیدی، فقط خوابیدی. خوابیدی؟ خوابیدی. فهمیدی؟ درسته. چه خبر مامان؟ خبر خاصی نیست، تو چه خبر؟ میگم بریم پیش آبجی کیبار واسه قهوه خوردن اینا، چیزا هم میبینیم. دختر با در قابلمه میزنم تو سر تو. دهنتو ببند و بشین، من با اسیرا کاری ندارم. این چه حرفیه مامان؟ شوهر خواهر مهمتم توضیح داد دیگه، عشق واقعیه، اما حیاتی در اصل دیوا بوده، یعنی اون اسیر نیست، واقعیه و زن اصلیش هم همونه. من حالی نیست، هر کی عقد داره اون زن اصلیه. یعنی بابامم عقدش با توه ولی؟ زود باش آماده شو، میخواییم بریم واسه نامزدی یکم خرید کنیم، یه چیزایی بگیریم، عجله کن. زندگی بدون عشق و دوست داشتن بیشتر شبیه به یه سرابه، سرابی که هیچ انتهایی نداره. وقتی یه آدم حس زنده بودن میکنه که عاشق بشه. دوست داشتن آدم ها با توجه به نقصاشون تو لحظه اول یه چیز خیلی رمانتیکه، ولی اون نواقص اگه تو روح عشقتون باشه، عشقتون در برابرش فقط درد میکشونه و بس. چه خبر شما؟ خوبین؟ من جنتم. هرچند دیشب با هم آشنا شدیم، ولی شاید اون به هم ریختگی از چشمتون در رفته باشم. اون امکان نداره، ماشاءالله به زور میری تو چشم آدما. دارم میگم اون آبجی خبرنگار کوچولوی منو که دیدین مگه نه؟ ماشاءالله عزیزم، شما مادرشین؟ صبح بخیر. ببین بابامو گذاشتم تو خونه، بعضی وقتا بهش یه سر بزن. باشه باشه، با من. شما اصلا نگران نباشید، منم امروز تو خونه کار میکنم، حواسمون به بابا بزرگ هست. آره، یعنی با سرهنگینا روبرو نشه، مواظب باش. تو اگه نمیگفتی مواظب نمیشدم. امر دیگه ای نیست؟ فعلا نه. خب سفر شما کجاست انشالله؟ ما گفتیم یه سر بریم بازار بزنیم، فامیلای ما خیلی دهنشون بازه، هرچی خواستن میگن، واسه همین بریم برای داماد یه دست کت و شلوار بگیریم. ازش پرسیدی؟ یعنی مهمت خوشش میاد؟ خوشش میاد، خوشش میاد. دستگیره های قابلمه غزل نخونن از بیرون در. آی مامان را بیوف که بریم، برو گهن زدی به همه چی. کیبار این زنه با من چه مشکلی داره ها؟ یعنی این زنه دیگه داره خیلی زیاده روی میکنه، این دفعه دیگه حسابشو میرسم. تو ازش ناراحت نشو آبجی دیوا، اون شوهرش با یه زنه فرار کرده و رفته. آی بمیری تو حیاتی ایشالله،
باعث شدی منو با زنای اینطوری یکی بدونن. به خدا ببین منو، تو هم به جای نوشتن این کتاب یه کتاب دیگه بنویس، یه کتابی بنویس که به درد این زامبیا بخوره، فهمیدی؟ زندگیم قبل اینا درباره زنایی مینویسم که با وجود همه اینا عاشق اون زامبیا هستن. تمرین رو واسه پونچیک آماده کن آبجی دیبا، آقا حیاتی داره زنگ میزنه. گفتم جواب نده کیبار، تا اون زنشو طلاق نده من بهش جواب نمیدم عزیزم. دیگه با توجه به این اونو دوست ندارم. باشه با من. برج دوغلوهای عزیز، مریخ سیاره جنگ وارد برج دوغلوها شده، الان وقت پاک کردن اشکاست و تصفیه حساب. تصفیه حساب کنید با کسانی که جگرتون رو سوزوندن، مثلا اون آدمی که بهتون درد داده. اگه تو راتون گلم بریزه به روش نگاه نکنید. ای عروس هیلگر، میکشمت. وقتی بهمت اومد اینجا بفرستینش پیش من. الان وارد شدن قربان. آها، تو عروس هیلگر حق باز. ببینم چی شده؟ چرا عموم اینقدر عصبانیه؟ من تو جبهه عموتم، آخه ممکنه باعث یه بحران کوچولو شده باشه. خب شما یه بار داخل تشریف بیارین، من بهتون نشون میدم که بحران کوچیک چیه. چه خبره؟ برو تو. تو برو تو. این چه کوفتی؟ الان این چیه؟ خب یه فاله. آها، با کسایی که حالتون رو گرفتن تصفیه حساب کنید. خب پریم حتی امروز بهم نگاه هم نکرد، حتی به تماسم هم جواب نمیده. یه توافق کرده بودیم با هم، مگه قرار نبود پری جونم رو با فالاد مدیریت کنی؟ من یه توافق کردم واسه مخفی کردن رازتون، نه اینکه زن بیچاره رو روی انگشتتون بچرخونیم. در ضمن باید یادآوری کنم که بعد از بیهوش کردن سرهنگ بیچاره فعلا به خاطر منه که اوضاع آرومه. فهمیدین چی گفتم؟ وای وای وای، یعنی تو منو الان داری تهدید میکنی؟ یعنی داری به من میگی که من میرم به سرهنگ میگم؟ ولی نه، خب یعنی نمیشه دیگه. یه چیزی بگو پسرم. راست میگی عمو جان، باید یه چیزی گفت. بزن قدش. چیه عمو؟ باید تاوان این کاراتو پس میدادی دیگه، مگه نه؟ همچنین اگه تو چشمای این ببر قرآن نگاه کنی، اینا هنوز روزای خوبه تو هم. خب دیگه شیطون بلا، تو برو به مصاحبات برس، منم میرم پیش مریضا. فعلا عمو جون. ولی مامان این دیوام راست میگه، اگه شوهر خواهر مهمتم از خریدامو خوشش نیاد چی؟ مگه میشه خوشش نیاد؟ نمیدونم. خب میخوای بذاریم خودش بیاد انتخاب کنه چطوره؟ ها ها، شایدم خبرنگاره توی بیمارستان باشه، اونم میگیریم. خب پس دامادم میبینیم، یه سر به عموی دامادم میزنیم. ببخشید ما منصرف شدیم، میتونید از اینجا چیز کنید؟ ما میخواییم اینجا بریم. وای دخترم. ببین بیماری که تو این اتاقه 4 بار عمل شده، همشون هم کار تو بوده، مگه نه؟ آره همینطوره. بیا ادامه بدیم. چرا لبخند میزنی؟ آخه به امتحان عموم با شیطون بلا فکر کردم. تو مثل یه بچه گربه‌ای که یه ببر خیلی خشن درونشه، نه؟ تو هم کاملا برعکسی ها، اینطوری کلی فکر میکنی
بعد بله میگی به نامزدی تالار؟ اگه یادم نمینداختی نمیشد مگه نه؟ باشه قبول کردم که نامزدی رو تو تالار بگیریم، اما گفتم که خانوادت برگردن روستا. در ضمن اینا همش یه بازیه. الان چیزی که من میبینم و تو هم میبینی؟ نمیبینم ملکه، نمیبینم. اگه تو میبینی یعنی زدی تو فاز سرهنگ. من جدیم ای بابا. اوف اوف، تازه داشتیم راحت میشدیم. داداشت از کجا پیدا شد؟ چه بدونم بابا، داداشم. اوف داداش جون. طوفان، طوفان برادر. الو. اوف اوه، انگار شیرجه رفته تو الکل. این چرا اومده اینجا؟ از آفیون تا اینجا چرا اومده ها؟ ببین اگه داداشم به کسی گفته باشه که شوهر خواهرم مهمته چی ها؟ نه عزیزم. فکر کنم خیلی الکل خورده، فشارش پایینه. وای خواهر خبرنگار، میبینم آقای مستمونم اومده. شما با برادرم آشنا شدیم؟ آره آشنا شدیم. من یک نورو موقع رفتن دیدم، این فیتیله اومد داد میزد شوهر خواهر شوهر خواهر. نه بابا، تحسینم اینجا نبود. چیزی جز شوهر خواهر گفت؟ مثلا مثلا چی باشه عزیزم؟ من مثلا مادر شوهر، نه ولش کن، خواهر زن میشه؟ برادر زن ممکنه باشه. هم خوشگله هم ناز. ببین اصلا محدودیت نداره. چرا مست کرده؟ آخه کنجکاو شدم واسه همین پرسیدم. چیزی گفت؟ نه، گفت دنبال شوهر خواهرم هم. فقط همینو گفت. خب ما هم کنجکاو شدیم که چرا اینجا دنبال تحسینه. ولی والا منم کنجکاو شدم چرا اینجا دنبال تحسینه. ولی از قدیم گفتن نامه نباید خون واسه آدم منفی باف و مست. خب زنگ میزدی به شوهر خواهرش تا میومد میگرفتش؟ زنگ زدیم پسرمو، زنگ زدیم، ولی تحسین خان جواب نداد. حقم داره. پیش منم اگه همچین دختر خوشگلی باشه خیلی خوب شبو میگذرونم و منم گوشیمو جواب نمیدم. آره خیلی شب رمانتیکی بود. خیلی خوب، تو دیگه برو به کارات برس. آره من یه عمل دارم، ولی قبل عمل میشه شمارمو بهت بدم؟ هیچی لازم نداریم، نگران نباش. من اینجام، تحسین اینجاست. وقتی ما اینجاییم به چیزی نیاز نداریم. باشه حالا برو دیگه، برو به کارت برس. برو دیگه، ما هستیم. برو. انگین تو برو به کارت برس. خیر باشه ایکنور. بعد دیشب فکر میکردم یکم صحبت کنیم، ولی ا
تو به خبرنگار پارتی باز و برادر مستش برس عزیزم. خیلی خوب باشه. شوهر خواهر؟ شوهر خواهر؟ شما برین، من چیز میکنم، یعنی حلش میکنم. دادش جونم، دادش عزیزم، میخوایی ما بریم با هم صحبت کنی؟ بریم. آروم باش. بیمارستانه به این بزرگی واسه داماد منه. افتخار کردم. چقدر خوش دیبه. جلو تو نگاه کن پسر. خیلی خوش دیبه. خوشم اومد. بریم بپرسیم داماد کجاست. بریم. نه برادر من، اینجوری بنویس رو گلا، اینجوری بنویس پری جونم در حسرتت مثل شمع آب میشه. بعد اینکه برادر ملکه رو به هوش آوردم میریم تو اتاق صحبت میکنیم. عزیزم راستش من یکم فکر کردم موضوع دیشب چیزی نیست که بشه سر پا در موردش حرف زد. میخوای امشب برای شام بریم بیرون و حرف بزنیم؟ اینطوری بهتر نیست؟ نظرت چیه؟ من اومدم شوهر خواهرم رو ببینم. خانم محترم چقدر خوب شد که شما رو اینجا دیدم، خوش اومدین. ممنونم دخترم جنت خانم، ماشاءالله چقدر خوشگل شدی، ماشاءالله. خب چی باعث شد شما اینجا تشریف بیارید؟ اوه خوش اومدین. سلام، حالتون چطوره؟ داماد جونه. شوهر خواهر. انگار اومدین دیدن طوفان. مگه طوفان چی کار کرده؟ شوهر خواهر. کجاست اونها؟ خدا بگم چی کارت کنه پسر یه احمق عوضی آشغال؟ که از آفیون اومدی که عرق خوردی پسر دیوونه. مامان میخوای چند لحظه وایستا؟ وای نمیستم، فکر کردم این کارا رو اوکی کرده و داره میاد خونه. حل کرده دیگه. حل کردم مامان. یعنی چی حل کردی؟ سهم رو از عمود گرفتی؟ گرفتم مامان. آره پیش من. پس چرا مست کردی پسر یه آوازی؟ مامان من بعد از اینکه رفتم کارو حل کردم رفتم ترمینال، اونجام توی ترمینال یه نفری به هم آب داد، بعدش هم سم بوده. شیطونه میگه با دامگاهی بگیرم. مامان کسی به جون چی کار میکنین؟ اون حالش خوب نیست، فشارش افتاده. مامان شما چرا اومدی؟ چرا اومدیم؟ گفتیم بریم خرید واسه لباسای نامزدیتون، گفتیم اگه داماد خوشش نیاد خودش انتخاب کنه. خب شوهر خواهر، ما از سلیقه مردونه خیلی نمیفهمیم، تو هم بیا دیگه با هم لباس نامزدی و اینا تو بخریم. چه لباس نامزدی؟ من لباس نامزدی نمیخوام، زحمت نکشین. در ضمن باید به مریضان برسم. نه نه بی خیال مریضا پسرم، شما برین خرید لباس نامزدی و عروسی و این چیزها رو باز خودتون بخرین، مگر نه جنازمون میره از اینجا بیرون. عمو میگم عمل دارم، نمیفهمی؟ یه فکری اومد به ذهنم، شما طوفانو بگیرید و برید، بالاخره اینا شبیه همن، مردن دیگه، این انتخاب میکنه، سلیقه هاشونم یکیه دیگه، مشکلی پیدا نمیشه. سلیقه هامون شبیهن. خب یکم چیزای ساده تر انتخاب کنی واسم بهتره. برادر زن. نه بابا، کپه مرگشو بذاره، این فشارشم رفته بالا. رفته بالا؟ آره بالا رفته بود، بالا رفته بود. بهتره منم ببینم فشارش در چه وضعیه. خیلی خوب بذار ببینم.
آره خب، فشار طوفان رفته بوده بالا، اما الان حالش فوق‌العاده است. شما طوفانو ببرید خونه، منم واسه دیدن لباس نامزدیم بی‌صبرانه منتظر. ها شوهر خواهر، قبل از رفتن میخوام بگم که دوستی نداری که ما رو با هم آشنا کنی؟ دکترم باشه اشکالی نداره. مامان چرا نیشگون میگیری؟ دارم حرف میزنم. ای تو چرا میزنی؟ دخالت نکن. خب شما بفرمایید، من بدرقتون میکنم. بفرمایید بدرقتون میکنم. بفرمایید. دختر خانم میشه بیای؟ خب میکنم. بیا حقته. بیا. ای خدا من چیکار کنم؟ خیلی خب برو دیگه. خیلی ممنون. برو خدا شفات بده. ممنون شوهر خواهر. خدافظ. خدافظ. دکشون کردیم نه؟ دکشون کردیم. من یه سر به مریضی بزنم که قراره عمل بشه. سرهنگ چی کار میکنید؟ عکس دیوا رو میگیرم، تحسین شماره 2. فردا میدم به خبرنگارا ببینیم دیوا هست یا نیست. میتونم ببینم؟ ببین اینجاست. میگیرمش؟ نه. خواهش میکنم. نه. خواهش میکنم. لطفاً سرهنگ، مطمئنید؟ اینجا که دیوان نیست، یه صندلی خالیه. یعنی چی که صندلی خالیه؟ واقعا صندلی خالیه. ببینید صندلی خالیه. اونجا اگه پر بود اینجا هم پر می بود. خالیه. آه. گوشیم گوشیم تحسین شماره 2. کدوم گوشی؟ اونجاست، تو انداختیش تو لیمونات. واقعا که سرهنگ، مگه میشه تو لیمونات گوشی باشه آخه؟ تو رو خدا ببینید، اگه گوشی تو لیمونات باشه مگه میشه من انقدر راحت بخورم این لیمونادو؟ آخه پر کردم. دستازه. واقعا که این اواخر شروع به دیدن اشیای عجیبی کردید. تحسین به خدا کسی نمیتونه باهات بسازه، باید ازت ترسید. تو هم برو داخل، دیگه نمیتونم هر بار اینقدر راحت بگذرونم، فهمیدی؟ خیلی خوب باشه. مامان. ها. تو رو خدا یه چیزی بگیرین بریم دیگه. پسرم بعد از این ندید بدید نوبت ملکه و داماده. بذار ببینم به نظرت این خوبه؟ این چیه مامان جون؟ به نظرم اون یکی واسه شوهر خواهرم خیلی بهتره. جنت، اینو ببین دخترم، به نظرت این برای اون خوبه؟ والا به نظر من خوبه، بهشم میاد. زود باش پسرم اینو بپوش یه بار ببینم تو تنت. مامان یه چیزی انتخاب کن بریم، من حالا واسادن ندارم. من برم خونه مامان. گمشا بی تربیت، به بابات رفتی احمق. جنت اینو وردار ببر تا بیشتر از این خودش داغون نکرده. مامان جون من هنوز خرید دارم، میخوام بگردم بازم، چی کار کنم؟ دخترم همه بازار رو جمع کردی، واسه عروس و دوما چیزی نگرفتی؟ آی به من چه؟ میگم میخوام بمونم. به خدا نمیگم تو بازاریم، اینو میگیرم میزنم تو سرت.
باشه، اینم واسه من. زود باش دیگه، جمع کن برای این. وای خوده من، چه خریدی کردم، حالی هناره. خیلی خوب برادران، همراهی کنید، الهمراهی، همراه من، هره. مرتی که جیوان، وایسا، فرار نکن، ده اینو بگیم، دردم اینجا، جیوان، وایسا. ببینم این صورت زیبا چرا ناراحته؟ مثلا شاید چون انتظارش از مصاحبه ها برآورده نشده باشه. اون وقت تو چه انتظاری داشتی؟ انتظار داشتم واقعیت ها رو بگن، دلیل واقعی جراحی پلاستیکشون. ولی چی؟ ولی با 4 بیماری که صحبت کردم، همه گفتن به خاطر احترام به بدنمونه. همشون همین جواب دادن. میشه بدیش به من؟ بده. آره، ببین این چون پیشنهاد جدید نگرفت انجام داد. این چون میخواست شبیه آدریانا لیما بشه انجام داد. اینم چون یه شوهر 10 سال از خودش کوچیک‌تر داره انجام داد. اما این واقعا به خاطر احترام به بدنش، حتی ورزش هم میکنه. فعلا کارای کوچیکی کردیم، همین. باشه، ولی هیچ کدوم اینا رو نمیتونم تو گزارشم استفاده کنم. بالاخره این جوابا رو ندادم. آره، اما اگه با یه جراح پلاستیک مصاحبه کنی شاید خیلی به دردت بخوره، البته بدون دادن اسم مریضا. یعنی اون جراح پلاستیکم شما ایناره؟ راستش من الان وقت دارم، بعد مریض هر چقدر بخوای میتونم پیشت بمونم. باشه، عالیه. خیر باشه، اینجا چه خبره؟ داریم با هم در مورد کار حرف میزنیم. این کارا چیه؟ میخوام با آقا انگین مصاحبه کنم. نه بابا، مشکلی داره ها؟ معلومه که داره. با انگین مصاحبه نمی کنی و ازش فاصله می گیری. وای خدا، چرا اون وقت؟ چون اون همیشه یه ریگی به کفشش هست. من با اون آدم دوست نمیشم، مصاحبه می کنم، فهمیدی؟ از این حرفت خوشم اومد. نه باهاش دوست میشی، نه مصاحبه می کنی. می کنم. نمی کنی. می کنم. نمی کنی. می کنم. گفتم نمی کنی. تو نمیتونی تو کارم دخالت کنی، فهمیدی؟ همچین دخالت کنم که عقلت از سرت بپره. انگین یه لحظه بیا ببینم. خیلی سرم شلوغه. آیسون، همونطور که گفتم بی خیالش نشو، باشه؟ آیسون؟ آقا انگین فقط میخواسته به یه مریض برسه و بره، همه یه مریضاشو لغو کرد. ای خدا، چرا میخواست بره؟ نمیدونم، ولی خواست که رزرو 2 نفره کنم برای یه رستورانی که همیشه میره. نگاش کن. آیسون، یه لطفی در حق من میکنی. من؟ آره تو.
aşkımızla destan yazsak.